اگر ایران نبود اینها نبود و اگر عراقی‌ها نبودن ایرانی‌ها نمیتونستن بیان. این دو ملت توانست این جاها رو ساختن با هم. هر جا با هم باشیم، هر جا با هم یکی بشیم، ما یک قدمی رو میریم جلو. داعش ما به تنهایی نمیتونستیم، من اینجا اعتراف میکنم، ما به تنهایی با فتوای تنهایی نمیتونستیم، نه چون نه سلاحی داشتیم و نه امکاناتی نداشتیم و نه بلد بودیم بجنگیم اگر ایران به داد ما نرسید. الان هم وقتی که میبینید داره روز به روز داره اینجا بزرگ میشه، اعمال میشه، ملت ایران و عراق یکی شدن و داره روز به روز. آمریکا اینها رو دوست نداره چون میدونه نقاط قوت ما اینهاست. نقاط قوت ما رو دوست نداره، میخواد نقاط قوت ما رو بزند، میخواد ما با هم جدا باشیم. لذا من اینجا در شب جمعه امروزی که در دهه محرم با عنوان یک خادم امام حسین کوچک به ملت ایران میگم، ملت ایران، ما منتظریم در روز دهه دوم سفر هستیم، ما رو تنها نگذارید. ما در عراق وقتی تنها باشیم احساس وحشت میکنیم. وقتی که شما از ایران میاید و بالخصوص احساس میکنیم یک ملت بزرگی پشت سر ما هست، احساس قدرت میکنیم. بیاید اینجا رو اینقدر شلوغ بکنید، اینقدر زیاد بشید که کل دنیا ببینن عراق ایران یک کشوره، عراق ایران یک ملته، عراق و ایران یک رهبر داره، اون هم امام حسین. درسته من این را که خدمتتون میگم الان روز به روز داره قدم برمیداریم ملت ایران. من به عنوان یک عراقی به شما میگم والله لولا ولایت الفقیه ولولا امام خمینی ولولا آیت الله العظمى مرجع دین ما امام خامنه ای، بینی و بین الله ما قدمی را جلو نخواهیم داشت. به خاطر این نعمت هایی که خدا به ما داده، من نزد امام حسین جدم، اگر ولی فقیه و شماها نبودید و نمی آمدید با ما و نمی سادید، ما معلوم نبود الان در اینجا نشسته بودیم و ما میتونیم الان از بغداد حرکت بکنیم بیایم از اینجا بلند شیم بریم سامر را.